سرانجام دادگاهی که توی داخل داره برگزار میشه دارید؟ بفهم شما. شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش مسیر بسیار سختی هست. در مجموع متاسفانه تحقیقات کافی در زمینه این فاجعه صورت نگرفته. من در آخرین ملاقاتی که داشتم با مسئول پرونده که حالا نمیخوام اسم ببرم و به هر حال خیلی صریح پرسیدم که بالاخره این موضوعات قبل از فاجعه که در حقیقت بعد از ترور قاسم سلیمانی بود بالاخره این چی میشه؟ یعنی این فاصله 3 روز بعد از 4 روز در حقیقت که به اصطلاح همچین تصمیم گرفتن، این اصلا در تحقیقشون اصلا نبوده، یعنی اصلا بهش پرداخته نشده. خب موضوعات دیگری رو هم بهش پرداختن، از جمله موضوع پدافند، یعنی اصلاح پدافند کل کشور، که خب این یک به اصطلاح دستور بوده که بالاخره از بالا بهشون رسیده بوده و دارن کار میکنن، ولی به اصطلاح مقدار زیادی از گزارش کارشناسی در حقیقت به این اختصاص پیدا کرده. خب البته ربطی هم به ما نداره واقعیتش. یه مسئله استراتژیک و تاکتیکی به اصطلاح خود پدافند کل کشور، خب اصلا ربطی به چیزی نداره، ولی تا حدود زیادی واقعا ربطی نداره. ولی موضوعات بعدیش هم پرداخته نشده خوب بهش، یعنی اینکه موضوع غارت، موضوع کتمان، موضوع اقداماتی که در حقیقت میبایستی بهش حتما پرداخته میشده و اقدام نکردن. یک بخش های زیادی هم مرتبط هست با موضوعات فنی که ما انتظار داریم به هر حال در اختیار خانواده ها قرار بگیره، از بعد مسئله هوانوردی، از بعد موضوع خود شلیک موشک ها و موضوعاتی از این قبیل که در حقیقت یه بخشش نظامی هست، یه بخشش به اصطلاح کشوری هست، یعنی اویشن کشوری هست، هوانوردی کشوری هست. اینا رو باید بالاخره بهش پرداخته بشه و متاسفانه تحقیقات ناقص هست. دومین نکته این که در به هر حال عرض بزرگتون که در جریان دادگاه روشن شد که، یعنی با توجه به اصراری که خانواده ها به خصوص خود ما هم داشتیم، این بود که گزارش کارشناسی بایستی حتما در اختیار وکلا و خانواده ها قرار بگیره. گزارش کارشناسی متاسفانه ظاهرا قرار نیست در اختیار خانواده ها قرار بگیره و اگر این اتفاق نیفته، علارغم دستوری هم که بالاخره آقای رئیسی خودش زمان به اصطلاح ریاست قوه قضاییه داده بودن و الان هم جمعه شب هم دوباره در دیدار یکی دو تا از خانواده ها در قم دستور دادن، ولی بعیده که اتفاقی بیفته. آقای رئیس قوه قضاییه فعلی هم ما با اینکه درخواست وقت هم کردیم و اصرار هم کردیم، ولی هنوز درخواست ما رو بی‌پاسخ گذاشتن. به هر حال به نظر میرسه که اراده چندانی به اصطلاح برای رسیدگی جامع به موضوع واقعا نباشه. البته ما این مسیر رو طی می‌کنیم، به هر دلیلی این مسیر رو، گرچه فوق‌العاده سخت هست برامون و فوق‌العاده عذاب آور هست، بد نیست که شما البته هم میزان به اصطلاح منعکس کرده بود و هم شما منعکس کردید و البته بقیه
خبرگزاری ها بعضا بالاخره نوعی رو گفته بودن. بعد نیست در جریان باشید که در هر دو دادگاه، هر دو جلسه دادگاه که یکیش در 30 آبان ماه بود جلسه اول و جلسه دوم در 7 آذر ماه بود، خب عده‌ای از خانواده ها حالشون بد شد، به خصوص در جلسه دوم واقعا فشار فوق العاده زیاد است. ما وقتی که میریم حالا هر مراجعه‌ای که در حقیقت داریم، چه در به اصطلاح به دادسرا، منظور بازپرس شعبه پنجم بازپرسی در حقیقت که این پرونده در حقیقت تک میکردم و الانم تا مدت هم دست اونها بود، مجددن تا همین شاید مثلا همین 3-4 روز اخیر هست که احتمالاً برگشته دوره به دادگاه دست به اصطلاح جناب آقای مهرانفر که رئیس دادگاه هست، یا جلساتی که با خود آقای مهرانفر داشتیم یا جلسات مشابه، هر بار که هست به هر حال با حال نزار میریم، با حال نزارتر برمیگردیم. حالا تا اون موقع که به هر حال این مسیر باید مسیری است که باید طی بشه به هر دلیلی. که میگید حالتون برمیشه علتش چیه؟ آیا کار کون پیش میره یا شما فقط به دلیل عزیزانتون هست؟ ببینید هر یعنی هم به هر حال فشار روانی فوق العاده زیادی هست که به هر حال به خاطر عزیزان به اصطلاح فشار برمون میاد، منتها از اون بدتر و از اون به اصطلاح ناگوارتر این هست که متاسفانه در بعضی از مسائل احساس میکنیم و میبینیم و حتی یه مقداری هم چون بالاخره ما اطلاعات زیادی داریم از پرونده در جریان همین دو جلسه و البته جلسات دیگر مشابهی که دیگه داشتیم، حالا کاری ندارم به اون موضوعاتش، ولی میبینیم که متاسفانه اراده ای بر روشن کردن موضوع واقعا ندارن و هر بار که متاسفانه نمیدونم حالا این رو هم بگم یا اینو دیگه حالا خودتون ببینید که اصطلاح هست منتشر بکنید یا نه، ولی مشخصا فشار از جاهای دیگه هست روی دادگاه و این اصلا زیبنده یک دادگاه منصفانه و عادلانه که ما بالاخره شعارش رو میدادیم. من حالا بد نیست خدمتتون بگم پدر من هم در همین دادگاه محاکمه شد حدود 48 سال پیش. خب قبلش هم بالاخره آقای مهندس بازرگان بود تو همینجا، قبلش هم بالاخره آقای دکتر مصدق بود و غیر از اونها. ما از اون سیستم واقعا انتظار رسیدگی عادلانه واقعا نداشتیم. سوالش بودم. بله اینا ولی میگن همش عدل علوی. کجاست عدل علوی؟ آیا همینه؟ قطعا نیست. ما این رو واقعا این اصلا زیبنده اصطلاح انسانیت نیست. چه برسه بالاخره به گرچه بالاخره آمال ما اینه که بالاخره یک جامعه انسانی بسازیم جدا از اینکه اسلامی بشه، آمال اسلامی اینه که انسانی بشه آخرش، ولی واقعا این زیبنده واقعا نیست. فرمودید که قرار بود گزارش رو در اختیار خانواده ها قرار بدن، منتها اراده برای این کار نمیدن. دلیلش رو شما چی هستید؟ روز هفتم، البته روز بعد از 30 آبان ما جلسه اول، ما یه جلسه خصوصی داشتیم با رئیس محترم دادگاه و دو مستشارشون که دوتا قاضی در حقیقت هیئت دادگاه 3 نفر است و توی جلسه 30 آبان ماه آقای رئیس دادگاه گفتن که بالاخره این اتفاق خواهد افتاد، چون اعتراض وکلا و اعتراض خانواده های مولا چند خانواده که بودن متفقا این بود که گزارش کارشناسی رو در اختیار اصطلاح وکلا و خانواده ها بگذارید.
ایشون تقریبا پذیرفتن که چیز بکنن. روز هفتم آذر ماه که جلسه دوم بود در دادگاه مشخصا فرمودن که بالاخره امروز بعد از ظهر حتما در اختیار وکلا و خانواده ها میگذاریم. از اون زمان تا امروز که 14 دی ماه هست 1 ماه و 8 روز گذشته، اولا حالا با هفتم اونجور بخواد حساب کنیم 1 ماه و 8 روز گذشته و هیچ به اصطلاح اراده‌ای برای این قضیه نیست. البته من تحلیل‌های مشخص وجود داره، نه که به اصطلاح ندونیم چرا تحلیل داریم، ولی خب دلیلش رو باید آقایون باید روشن بکنن. ولی به هر حال تحلیلش اینه که توش احتمالاً خب مسائلی هست که اگر روشن بشه به هر حال حالا این یه تیکرم خواستید خودتون بگذارید ببخشید این دم به عهده آقای شفیعی، به هر حال اگر که روشن بشه تو گزارشگاه شناسی مشخصا تناقضهاش با واقعیت، تناقضهاش با سایر گزارش هایی که منتشر کردن و تناقضهاش با سایر ادعاهایی که مطرح کردن روشن میشه. خانم دکتر، سوالم از جنابعالی، البته آقای دکتر توی صحبتاشون یک دو مورد رو اشاره کردن، اما به طور کلی خواسته هایی که خانواده ها دارن، جمع خانواده ها دارن چی هست اگر که بخواهیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام اول در واقع این کل این جریان یه جوری دیگه برای شما ترسیم کنم. ببینید، ما مسئله سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو نباید یک حادثه منحصر خود اون روز اون ساعتش نگاه بکنیم. این یک جریانی هست که به صورت زنجیره‌ای به دنبال حوادثی که از 3-4 روز قبل بوده شکل گرفته، در واقع بستر اونها ایجاد شده و بعد با حمله عین الاسد کاملا تشدید شده و بعدم که اون اتفاق افتاده و حتی این جریان تا بعد هم ادامه داشته. یعنی کل این مسائل باید در کنار همدیگه بررسی بشه و مسائل بعدش هم به این صورت بوده. بعد از اینکه سرنگونی صورت گرفته، اجازه ورود خانواده ها و افراد به اون محل داده نشده، تمام و حتی ما خودمون با وجودی که اولین ساعت رفتیم و اصرار کردیم اجازه ورود به اون منطقه رو به ما ندادن، حالا بعضی ها شاید نمیدونم به چه عنوانایی رفتن، چون گفتن دست نیروهای در واقع اورژانس و هلال احمر هست. این یک ماجرا. بعد هیچ کدوم از وسایل بچه ها رو به ما تحویل ندادن، یعنی نه لپتاپ، نه موبایل هاشون، هیچ وسیله، نه حتی پولایی که باهاشون داشتن، نه حتی کیفایی که داشتن، هیچی به ما جز یک پاسپورت سوخته شده دخترم هیچی به ما تحویل داده نشد. و اصلا چطور همچین چیزی ممکن هست؟ در صورتی که تو خیلی از عکس ها هست که حتی عروسک سوخته شده باقی مونده، چطور یک چیز پارچه‌ای میتونه باقی بمونه اما یک چیز الکترونیکی از بین رفته؟ این احتمال میره که اطلاعاتی توی در واقع بچه ها تو اون لحظات آخرشون شاید فیلمایی گرفتن و اطلاعاتی بوده که نمیخوان در واقع در اختیار قرار بگیره. حتی اون موارد نادری هم اکثر خانواده ها که در اختیار قرار بگیره، شاید چند مورد نادر باشه که در اختیار قرار بگیره، اطلاعاتش پاک شده هست، که اینا همه جای سوال هست. یعنی ما اصلا نمیتونیم، یک دادگاه عادلانه دادگاهی خواهد بود که همه این ابعادش نگاه بکنه، وگرنه یک سقوط معمولی یا نمیدونم برخورد با کوه نمیدونم فلان که نبوده که. این خیلی جریان پیچیده تر از اینها هست. بعد از اون که به ما حتی اجازه هم ندادن، ما که البته حالمون انقدر بد بود که من اصلا نمیتونم در واقع اون روزا رو به خاطر بیارم، حداقل در واقع بستگان در واقع درجه دومون میتونستن برن. و علاوه بر اون روز بعد بلدوزر رو آوردن و تمام صحنه پاک شد. شما جنایت رو، یه جنایت ساده، یه قتل کوچیک که توی آپارتمان صورت بگیره چجوری بررسی میشه؟ کارگاه میاد چی کار میکنه؟ میاد انگوش نگاری میکنه، میاد از اون آثاری که باقی مونده در واقع شواهد رو در کنار همدیگه قرار میده تا به علتش برسه. چطور ممکنه صحنه جنایتی که تمام با خاک یکسان شده باشه بعدن امکان اینوستیگیشن و در واقع بررسی توش بید؟
یک مشکل اصلی ما که تو هیچ کدوم از این گزارش‌های کارشناسی هم مطرح نشده این مسائل قبل و بعد بوده. خود مسئله ماجرای در واقع سرنگونی هم ماجراهای بسیار بسیار زیادی داره. اینکه به چه علتی اصلا تعداد پدافند اصلا بسیار کارشناسانه هست، ما الان ماها هست که یه دسترسی جزئی به پرونده ها پیدا کردیم، به اعترافات در واقع اون افرادی که متهمان از نظر اونا متهم اول هستن، از نظر ما نیستن، از نظر ما متهمان اول در واقع آمران این مسئله بودن، نه اون کسی که پشت پدافند نشسته بوده دستور گرفته. 10 نفر رو به عنوان متهم در واقع معرفی کردن که از نظر ما اون 10 نفر در واقع درجه چند بودن، یعنی گناهکارهای اصلی کسای دیگه ای هستن. پس نظر ما و در واقع خب خانواده های دیگه با شدت و در واقع ضعف از این جهت که بعضی خانواده که کلن نظام و کلن زیر سوال میبرن اکثر و اصلا میگن دادگاهی که بخواد در این نظام تشکیل بشه ما قبول نداریم. خب یه تعدادی از خانواده ها حدود 100 خورده‌ای به دادگاه در واقع نظامی ایران شکایتشون رو کردن به این امیدی که یک چیزی مشخص بشه، اما به عبارتی هیچ کدوم با این روندی که بره امیدی ندارن که بشه. ولی ما چجوری بگم، تا آخرین نفسمون، تا آخرین قطره خونمون تلاشمون رو میکنیم که حتی از این دادگاه ایران هم بتونیم بعضی از حقایق رو در بیاریم. حتی اگر شده که حضور ما در دادگاه با اینکه حالمون رو بسیار از نظر جسمانی، از نظر در واقع منتالی و ذهنی و روانی خراب میکنه، ولی حتی اگر بعضی از حقایق هم در بیاد از این دادگاه برای ما ارزش داره. اما امیدواریم که روند به سمت روند اصلاح بره. یکی از مسائل بسیار مهمی که ما همون در دفعه اول دیدیم این که پلاکاردی که پشت آقای قاضی زده بودن نوشتن دادگاه رسیدگی به سقوط هواپیمای سانحه هواپیمای. خب و سر این خیلی بحث کردیم با آقای قاضی، گفتیم این در واقع پیش داوری شما رو نسبت به این مسئله نشون میده. مسئله سانحه وقتی بود که اون 3 روز اولی که داشتین انکار میکردین اسمش سانحه بود. سانحه یعنی که در اثر بدی آب و هوا سقوط کرده، یعنی که در اثر خرابی موتور هواپیما سقوط کرده. سانحه یعنی این، در صورتی که این فاجعه، این جنایت، حالا حتی اگر میخواییم به این شدت هم نامگذاری نکنید، این سانحه نبوده، حداقلش سرنگونی بوده، سرنگونی توسط یه وسیله دیگه ای بوده. خود به خود خلبان بسیار خلبان ماهری بوده، حتی با موشک اول هواپیما رو کنترل میکنه، به موتورش هم حتی در واقع اصابت میکنه با موشک اول، و حتی اون در واقع پدافند، اون افسر پدافند هم میگه من دیدم که با اولی سرنگون نشد دومی رو زدم. یعنی شما ببینید ما 3 حالت داریم، یک سانحه که کامل خودشون اعتراف کردن سانحه نیست، سرنگونی، دوم حالا سرنگونی. الان ما سر این بحث داریم که این سرنگونی عمدی یا غیر عمدیه. ما تلاشمون، حالا من نمیدونم الان سیاست روزنامه شما که من خیلی بعید میدونم، چون بیشتر افراد نمیخوان بپذیرن این مسئله رو، ولی ما شواهد رو در واقع داریم جمع آوری میکنیم و به این سمت میبریم که این مسئله عمدی بوده. بله. من داشتم گزارش انجمن خانواده قربانیان که خارج از ساکن کانادا هستن رو میخوندم، توی یک بندش اومده بود که نتیجه گرفته بودن در پایان گزارش که این حالا اصابت موشک شلیک به هواپیما تکنیک جنگ نامتقارن بوده. بله. برای کنترل تبعات حمله به بین الملل. دقیقا. شما خیلی تایید کنید. خب نه شما بفرمایید. من میخواستم ببینم که شما دیدتون نسبت به این نتیجه گیری که توی این گزارش شده چیست؟ من نمیدونم اونا بر چه اساسی همچین چیزی گفتن، ولی واقعیتش
ولی ادعاهای زیادی به هر حال ممکن مطرح بشه. ما احساس میکنیم که گزارش انجمن، گزارش اولا که انجمن همه خانواده ها نیست، ما عضو انجمن نیستیم به دلایل مشخصی، به هر حال من نمیخوام حالا افتراق چیز رو بگم، تا به هر حال احساسمون اینه که بالاخره اونها خیلی روی مستندات به اصطلاح خیلی زیاد نبوده، ما مستندات خیلی قوی تری داریم از این قضیه. یعنی خب به هر حال نه آره خیلی الان نمیتونم بگم، ولی واقعیتش اینه که جنگ نامتقارن اگر که منظورشون، که احتمالا منظورشون که مثلا بحث به اصطلاح جنگ الکترونیک باشه، و اینم یک گزینه میتونه باشه، یک به اصطلاح فرضیه میتونه باشه، ولی این فرضیه من فکر نمی کنم درست باشه. یعنی ما بحثی که کردیم و اینها فکر میکنم خیلی ساده تر از این حرف هست. منظور شما از از ساده تر ببخشید بگم، پس بگم خیلی روک بیم بچه رو خواسته ده. نه این خیلی ساده تر اصلا جنگ الکترونیک هم به نظر عربسی ببینید بعض از چیزا هستش، مثلا اینکه این دو تا ترانسپوندر داره، دو تا از این به اصطلاح مکانیاب داره، در حقیقت ترانسپوندر بهش میگن. این دو تا ترانسپوندر راست و چپ، البته بخش راست و چپ هم نیست، ولی دو تا دقیقاً نمیدونم کجاست، عقب و جلو هواپیما سره، این جفتش با هم از کار افتاده. خب این ممکنه یه وقتی فرضیه یه چیز باشه، این جزء توی گزارش هواپیمایی هم این اومده، البته گزارش کالامارت به نظر من گزارش خیلی بهتریه از گزارش انجمن و گزارش چیزایی، ولی به هر حال کالمارت اون دیدین شما مال اون خیلی آره اون براتون بفرستم براتون کنم، چیز آنلاینه اصلا چیز هیچ مشکلی هم نداره، ترجمهش هم تازه هستش. عرض بزرگ مرکزتون که به نظر میرسه که خیلی ساده تر باشه، علتش هم اینه که ما احساسمون اینه که یک سپر انسانی گذاشتن، احساس ما اینه، البته احساس بیشتر از احساس، ویدنس هم داره. ببینید من نمیخوام بگم که من قاضی نیستم چیز بکنم، ولی ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که این به عنوان سپر انسانی این رو زدند و خیلی رو که دیگه الان چون که خیلی پیچیده و بارها هم نوشتیم به اصطلاح چیزم کردیم، یعنی توی همین صفحه های بچه های عرض بزرگتون که میخواستم بزنم بگی بنزن گردن آمریکا، کما اینکه این کار رو در اقدامات مشابهی هم انجام داده بودن قبلا. دفاعشون چی هست در مقابل این فرضیه؟ دفاع چی؟ اصلا خودشون اینو میگن. چی میگن؟ میگن اگر این هواپیما نمیافتاد جنگ سختی همون روز بعد اتفاق میافتاد، آمریکا حمله میکرد و 10 میلیون جمعیت شاید در خطر بودن. توی همون اوایل و بعدش کیا باهاتون دیدار داشتن؟ یعنی تونستید دیدار کنید؟ چه شما رفتید چه اونا اومدن؟ ما که حوصله دیدار کسی رو نداشتیم، ولی اونا به زور می اومد. خب از همون مقامات، به هر حال مقامات دولتی که خب مفصل اومدن روز اول، مقامات سپاه ما مشکل داشتیم چیز نمی کردیم، ولی بالاخره آقای سلامی خیلی به هر حال ایشون اصرار داشتن که چیز بکنه، حتما ملاقاتی باشه، ایشون اومدن. مقام دولتی منظورم دیگه همه دولت دیگه، همه بالاخره از آقای جهانگیری، آقای وایزاده، آقای روحانی نعیمت خودش تا به هر حال در چیز بود، در ارتباط بود. آقای وایزی خب بالاخره خیلی چیز میکرد، آقای بقیه وزرا بالاخره چیز میکرد، آقای فرماندهی نیروی انتظامی نمیدونم من از به اصطلاح چیز، آقای به اصطلاح
از مقامات قوه قضاییه. خب با دکتر باقری که الان مثلا بحث نشست مذاکره کننده هستشون، ایشون خب به هر حال ارتباط شخصی قدیمی داشتیم، ولی به هر حال از عرض بزرگتون که بله، از فقط میشه گفت که از مجلس یعنی هیچ ارتباطی نداشتیم الحمدلله. این بقیه واقعیش این رام نمیدادیم تو آقای ظریف هم که خودمون رفتم. بله آقای ظریف نه، ایشون هم که بالاخره از هم چند بار شو خودش به اصطلاح چیز میکرد، بالاخره یک دوباره ما رفتیم بله. مجموعه صحبت هایی که برساد آقای ظریف کردن و اینا در کنار هم که قرار دادن خیلی مشخص شد دیگه، یعنی یه به نظر میرسه که یه دایره محدودی از این جریان خبر داشتن، حتی دایره دولت و خود آقای مثلا ظریفی حتی جز شورای امنیت بودن خبر نداشتن. شما خب برای به دادگاه الان رفت آمد دارید، مواجهه‌ای با متهمین اعلامی که الان توی دادگاه حاضر میشن داشتید و هم متهمین هم مثلا سردار حاجی زاده یا کسانی که در رأس کار بودن توی اون دوران؟ نه خیر، اصلا ما اونو که ما در جلسه اول دقیقا ردیف پشتشون نشسته بودم، البته اونم به اصرار، چون که دو ردیف رو نیروهای امنیتی و اینها در حقیقت گرفته بودن، ولی در جلسه دوم با یه ردیف فاصله نشستیم. نه اتفاقا خیلی هم اصرار کردن که خانواده ها که اینا رو برگردونید ما ببینیمشون، ببینیم خودشون هستن نیستن فلان. به هر حال ما که نمیشستیم، بالاخره مثلا آیه خب چیزی که مطرح شده، چون مطرح شده دیگه من عرض میکنم، آقای خسروی که در حقیقت به عنوان متهم که به اصطلاح به عنوان اپراتور مطرحه، ولی اپراتورشون نیست، ایشون فرمانده در حد فرمانده گردان هست، عرض بزرگتون که متخصص ترین فرد هست در تور انوان، متخصص ترین فرد توی ایران و قطعا خیلی مسئله است، متخصص ترین اشتباه میزنه. این من متعامدن عرض میکنم، ایشون متخصص ترین فرد هست به اذعان آموزش میده به دیگران. بله آموزش سالها داشته آموزش. خب ایشون یه قیافه بالاخره حدود 30 سال داره، خب همه متعجب بودن، همه یعنی نه که متعجب، همه داد میزدن و گفتن که اصلا ایشون نیست، اصلا بالاخره احراز هویت باید بشه ایشون. البته حالا به هر حال پاسپورت میگن که احراز هویت شده و بالاخره من مطمئنم فیلمش رو دیدن و فلان اینها، بالاخره یعنی فیلمش رو مثلا کابین توردیه. ولی به هر حال ما هیچ گونه، شاید فقط یک نفرشون که آقای درجهش از هم بالاتر آقای سیدون که در حقیقت جانشین آقای دایم جانشین حاجی زاده هست، اب نداره اینم بنویسید، بنویسید از قول من. از حضورتون که چون ما که داریم نفرینش میکنیم، ما دیگه شب و روز داریم لعنت بهش میفرستیم دیگه، فرق میکنه. به هر حال حالا شما نمیتونید بنویسید، البته ما میتونیم بگیم، ولی فقط اون به اصطلاح مشخصه که خب احتمالاً خود سیدون هست به اصطلاح سرتیپ دوم. ولی یکی دو تا سرتیپ به اصطلاح چیز هستن از ارتش، بقیه هم سپاه. نه ما هیچ گونه مواجهه‌ای که باشون نداشتیم، اینها با به اصطلاح ترتیبات خاصی امنیتی قبل از اینکه ما وارد دادگاه بشیم اونا نشستن و قبل از اینکه ما خارج بشیم اونا رو خارج میکنن بلافاصله. و لباس زندانی هم تنشون نیست، اینم نکته مهمه، همه لباس های شخصی خودشون تنشون و حتی نفر اصلی یعنی به اصطلاح خسروی، مهدی خسروی هم که به اصطلاح چیز هست میگن زندان هست، ایشون هم با لباس زندان نیست و دستبندی هم نداره، به درستانی که اینا طبق وکلای ما میگن، میگن که باید اینا دستبند داشته باشن. به هر حال به هیچ عنوان ترتیبات یک به اصطلاح ترتیبات معمول دادگاه از این بعد وجود نداره. آقای حاجی زاده هم در واقع بفهمید که ازشون سوال شده، در واقع متهم هستند،
تفهیم اتهام هم شده، منتها منع تعقیب براشون صادر شده. بله. یعنی این شما ببینه نتیجه دادگاه چه خواهد بود. اینم جدید اتفاق افتاده. بله. یعنی مثلا ما یعنی حتی اگر متهم بشن منع تعقیب دارن، در نتیجه دادگاه هر چی که حکم چون بده. چون دستور از بالا رسیده که ایشون نمیتونه چیز بشه. بله. ایشون آزاد. گفتید که دادگاه به نظرتون میاد که از سوی کسانی تحت فشار هستن، میخوام این احساستون از کجا نشد؟ این چجوری این احساس رو دارید؟ به هر حال ببینید، هم منظورم از دادگاه صرف خود دادگاه نیست، منظورم فرایند دادرسیه، یعنی از بازپرسی گرفته تا حالا مسائل جنبی تا دادگاه تا موضوعات دیگری که حتی بعد از دادگاه اتفاق افتاده که حالا من فعلا نمیخوام بگم. مشخصا عدم به اصطلاح تحقیقات کافی، این یکی از ابعاد بسیار بسیار مهم هست. متهمین اصلی رو چون ما شکایت هامون مشخصا از و بسیار از خانواده ها، بعضی از خانواده ها اصلا از کلیت سپاه در حقیقت شکایت کرده بودن، بعضی ها از فرماندهان ارشد، بعضی ها از مقامات اصلی مملکت شکایت کرده بودن. خب اینها به هیچ عنوان به اصطلاح رسید، اینم بالاخره نوعی. نوع سومش به اصطلاح که الان دقیقاً باش مواجه هستیم، این بحثی هست که رئیس محترم دادگاه یک موافقت‌هایی رو می‌کنه ولی نهایتاً عملی نمیشه. این که قبل از امروز 30 آبان ماه به ما قول دادن که به صورت یه سری اقدامات حدود 18 تا کار بود که باید انجام می‌شد و از اون تقریباً 10 تا حالا کمان بیشه شاید مثلا ده دوازد، حالا حدود 10 تا به اصطلاح کاری که ایشون قرار انجام بدن، شاید واقعا یکی شاید انجام شد، بقیهش واقعا بدون بقیهش اصلا ساده. بعضیش خیلی ساده، مثلا همین پلاکاردی که خانم دکتر اشاره کرد که مثلا آه این پلاکارد به سانه هی انچی، یا مثلا این که وکلا جلسه اول و دوم اینطوری بود بین شاکیان نشسته بودن، هیچ دسترسی در حقیقت به خب آقای رئیس محترم دادگاه قول دادن که جایگاه وکلا مثلا تنظیم بشه. خب این که دیگه هستن دیگه به اصطلاح مسئله خاصی نداره. خب از اینها گرفته تا دسترسی به پرونده و دسترسی به گزارش کاری، یعنی ابلاغ گزارش کارشناسی، ابلاغ گزارش کارشناسی هیچ وقت اتفاق، یعنی با این شرایطی که هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد، چون که میخواستن خلاصه یه گزارش کارشناسی رو مبلغ، من گفتم به هیچ، شما من نمیپذیرم، من نمیپذیرم خلاصه، ما اصلا خلاصه ما نداریم. چندین جلد گزارش کارشناسی وجود داره، بسیار بیشتر از پرونده، و این رو گفتن که الان چیز نمیکنن، نمیدن، میخوان خلاصه بدن، خلاصه در حد مثلا چند صفحه میشه. مشخصا اینها متاسفانه این عبارت هم بد نیست بنویسید، مهندسی معکوس دارن میکنن. این که اینجا نمیشن سانهه، احتمال داره که روشن بود حرفم چی بود؟ مهندسی معکوس رو من این نتیجه مشخص رو دارم دقیقش رو بله، یعنی دارم میره اطلاعات قبلی رو درست میکنم. استفاده از عنوان سانهه شاید به این دلیلی که به حال دادگاه تا قبل از حتی جنایت هم گفتن که میتونه چیز باشه. این هم اتفاقا نظر هم وکلا هم اتفاقا یکی از قاضیا که گفتن که جنایت ممکنه عمدی باشه ممکنه غیر عمدی باشه، بالاخره جنایت اتفاق افتاده دیگه، یک نفر کشته شده مثلا با چاقو کشته شده، ممکنه که این جنایت عمدی باشه ممکنه شبه هم یا غیر هم باشه در حقیقت. این نه من یه توضیحی بدم خدمتتون. ببینید مسئله من خدمتتون گفتم سانحه چیزیه که اون 3 روز اول بوده، متوجه ما الان سر این که سانحه بوده که آقای حاجی‌زاده اومد تلویزیون گفت گردن من باریکتر سپاه زده دیگه، یعنی مسئله سانحه که دیگه برای همه عیانه، اینو اعتراف خودشون هست که سانحه نیست بلکه سرنگونیه، یعنی توسط در واقع موشک سرنگون شده. حالا بحث سر اینه که چرا
توسط چه کسایی، عمدی یا غیر عمدی. این شما این صحبت رو میفرمایید، اتفاقا این پیش داوری بسیار بدجوری از این جهت که اینا برگشتن مامور روز اول، رو به روز سوم هم برنگشتن، به روز اول برگشتن که اون دروغ رو گفته بودن. این خیلی از این جهت بدتر هم هست دیگه، چون ما دیگه الان بحثی سر سانحه نداریم، دادگاه سر این نیست که آیا سانحه هست یا نیست. سانحه به سرنگونی تبدیل شد، سرنگونی آیا عمدی یا غیر عمدی. یه وقتی هست که مثلا میگن که توی اصطلاح مستندات جهانی همه رو گفتن سانحه. بله راست میگن، این گفتن همه رو سانحه، اکسیدنت میگن. چرا؟ چون اصلا سابقه نداره که یک کشوری بیاد یه هواپیمای مسافری خودش رو که در حقیقت مسافری خودش بودن بزنه. اصلا سابقه نداشت. به خاطر این تو لیترچر، بالاخره تو ادبیات جهانی اصولا وجود نداره. در صورتی که بهش میگن دانینگ، یعنی که بله. به این جریان میگن دانینگ، یعنی سرنگونی. سرنگون شد و سرنگونش کردید. بله، منم اتفاقا آقای رئیس محترم دادگاه هم در حقیقت من میگفتم سرنگونی بود بزنن، ایشون گفتن که نه سانحه به اصطلاح چیز تو بعد تو ادبیات جهانی هم نیست، بی سابقه بوده، این جنایت بی سابقه است. من میخواستم یه توضیحی راجب اون سه روز اول ازتون بخوام که بفرمایید. شما به هر حال من آخرشو اول بگم بعد اصلا جان. خانم رشیدیان فرمودید، دیرست خانم رشیدیان هست. خانم رشیدیان، من روز شنبه صبح که اینا اعلام کردن، چون اینا بعد در توافقشون بود که به اصطلاح جمعه ظهر اعلام بشه، جمعه ظهر هم آیه علی عسکری انداختش به شب، اینو مجوز گرفته بودن چه شب، هم علی عسکری گفتی که الان نمیخواد چیز بشه، بذاریم صبح اعلام بشه. حال ما که داستان نمیده، من که اون سه روز همش میگفتم که بی خود شما نگید، هر کی میمد میگفتن که اینو با زدن ها، گفتم این حرف های این چیه، حرف ضد انقلاب میخوای بزنی، حرف چیز بکنیم، برای چی میخوای ما رو روبروی اینا قرار بدی، برای چی آخه. این که مثلا میگم مثلا خب صدها نفر میمدن تو خونه ما دیگه، بالاخره ده ها مسئول، ده ها چون میدم اونایی که بالاخره شنبه صبح من این حرف آخر رو میگفتم اول بزنم که دیگه چه بشه، انقدر به ساعت 8 صبح این اعلام کردن، انقدر من زدم تو سر خودم که اصلا از گوش رفتم. اینو یا بودن یا از بالاخره خانواده من بالاخره حالا درست اشتباه ما رو نجات دادن، چون من اصلا نمیتونستم بپذیرم که با موشک خودمون، موشکی که به اصطلاح بعد حافظ امنیت و حافظ جون بچه ها و مردم خودمون باشه، مثلا بزنن چیز بیفته، این هم این مسافرها رو مثلا بخیر، همه جوون، همه نخبه، اصلا برنامه قابل پذیرش اصلا نبود. بنابراین وقتی که این طور در حقیقت بر ما غیر قابل پذیرش بود، در صورتی که از ساعت اول خب آمریکایی‌ها میدونستن، از ساعت اول خدا حاجی‌زاده میدونسته، ساعت اول یعنی ساعت 7 صبح هم که خودش گفت، اونش البته حالا 7 صبح هم به تقریب گفته، از خب قبلش میدونستن، چون میگفتن باید بالاخره به نوعی باید. این که ما میگیم آمران، منظورم نیست که به اصطلاح بگن که این هواپا الان داره بلند میشه همین الان بزنش، این هواپا مسافر، نه، به نوعی ستینگ، به نوعی در حقیقت زمینه چیده میشه که اون هم در حقیقت میزنه، اون یعنی مقدماتی داره کار. اولین اقدامی که آقای روحانی هم در حقیقت، روحانی بالاخره آقای روحانی فرمانده پدافند جنگ بود، فرمانده پدافند کشور بود، شما بالاخره یادتونه ایشون اولین حرفی که زد به عنوان موضع رسمی این بود که مگر میشه یکی بیاد همینطوری مثلا بگه
دکمه رو فشار بده. این بالاخره مقدماتی داره، حرفاش هستش دیگه. بعد از اون بود که من گفتم آمران و آملان، آمران و آملان اولین بار خودم گفتم توی مراسم بود که نظام پزشکی استاد فاضل و اینها گرفته بودن، دکتر ظفرقندی، استاد معین و اینها. به هر حال میخوام بگم که به هیچ عنوان پذیرفته نیست که به اصطلاح یه مقدماتی داره. این که ما میگیم به اصطلاح جوری چیده میشه که این که این کارو میکرده. البته همون زهد یا ظاهران روحانی هم به هر حال کتمان میکرد، یعنی به هر حال یا نمیدونسته، به هر حال رئیس جمهور اوکراین که وقت بهش زنگ زده و گفته که اینا جزوی چیزایی بود که به اصطلاح علنی گفته شده. من اصلا دیگه نمیخوام به اصطلاح خبرهای دیگه که داریم که من نمیگم، ولی ضرورت هم نداره چون شما به درد سر میفتیم، من که دیگه آبسترون گذشته. ولی رئیس جمهور گفته که به اصطلاح دادستان جنایی مونم میاد. اول آقای روحانی متوجه نمیشه داستان جنایی یعنی چی، بعد که دیدی گفته که این گفته بیاد و فلان، بعد که گفته بعد تلفن بعد از ظهر بوده، وقتی که گفته که به اصطلاح دادستان جنایی در حقیقت میاد، معنی مفهومش اینه که در حقیقت این اتفاق خب بالاخره اتفاق سهوی نبوده، اتفاق از رو اشتباه نبوده، همه میدونستن. ترودو بلافاصله بعد از ترامپ فهمیده، ترامپ که بوده ساعت مثلا شاید همون اولش فهمیدن که بالاخره اونا هواپیما بلند شده بودن F-35 از حضورتون که و دستور گرفتن که بشینن. به هر حال این که ترامپ مصاحبهش رو در روز یعنی سه‌شنبه شب که میشد چهارشنبه نزدیک ظهر ما مثلا میشد لغو کرد، این یک پیام بسیار مهم بود که فرماندهان ارشد مملکت گرفتن پیامش رو. به تعبیری گفتن که انگار استخر آب سرد بود که رودمون ریختن. ما انتظار یک اقدام خیلی شدیدتری از آمریکا داشتیم، ولی آمریکا دیگه این کارو نکرد. اینها رو بذاریم کنار هم دیگه، مشخصه که سناریو به اون چیزی که گفتم خدمتتون میرسیم، یعنی این که سپر انسانی و اینکه بعدش هم بزن گردن آمریکا. من ببخشید دیگه، حالا امروز دیگه مقداری خیلی شفاف گفتم، بالاخره اینا رو باید به نوعی، حالا هر مقداری برسات باید تو تاریخ بمونه. ممکنه شما نتونید الان زمان جوری باشه نتونید منتشر کنید احسن. و متاسفانه داره جو به سمتی میره که تحریف داره بیشتر و بیشتر میشه و همه از و فضای رعب و وحشت انقدر دارن زیاد میکنن. ما ها الان کمتر این حالت رو داریم چون ما دیگه همه چیز باخته هستیم. خب دکتر یه سوال توی همین موضوع بپرسم. توی این مدت حالا قبل از این مصاحبه اخیر تقریبا خانواده‌ای که ساکن ایران بودن سکوت کرده بودن یا اینقدر صریح و جدی راجع به مسائل صحبت نمی کردن به اندازه خانواده هایی که توی کانادا؟ بله، از ترس. دلیلش ترس، وگرنه همه همین هم بیان ببینیم الان شب جمعه برنامه داریم خونمون ببینیم چه خبر. ولی حتی از اون نگران هستیم که یکی بلندگویی بذاره یه چیزی بذاره برن پخش کن، بیاید ببینید یا بیاین تو همون دادگاه رو می اومدین اگه اجازه میدادن میدید این خانواده. کسی که اول نفری که قش کرد و بردنش با آمبولانس خانومی بود که در واقع خیلی هم بچه‌اش دخترش نخبه، خانم زهرا حسنی و پسرش هم دامادش هم آقای صالحه، اونم شریف، دوتایی خانومی بود که در واقع همونی بود که آقای خامنه‌ای تو نماز جمعه استناد کرد که یکی از خانواده‌ها بر من نامه نوشته گفته ما از انقلاب نمیگذریم. ببینید چه حالی شد و اصلا اولین نفر از بردنش تا
تا اومد شنید اول کیفر خواست و شنید حالش بد شد. اون ببینید چه نفرین ناله های الان میکنه.